بله. من علایی هستم. برادرتون خونه است؟ نه خیر. مادرتون چی؟ بفرمایید تو. شرمنده ایم آقای علایی، باور کنید از هیچی خبر نداریم. من اصلا نمیدونم سهیل چرا انقدر عصبانیه یا چجوری میشه آرومش کرد. الان کجاست؟ با مادر رفتن سر خاک. خوبه دیگه، شب میره به پسر من حمله میکنه و مغازه رو به هم میریزه، صبح میشه عزیز دل مادرش. علی آقا صدمه دیده؟ من اصلا نمیدونم علی کجا هست، سرور داشته کجا رفته خدا میدونه. آقای علایی یه مدت بگذره سهیل آروم میشه. یه مدت خیلی وقت گذشته سرای خانم. ایشون کی میخواد آروم بشه؟ از قول من بهش بگید اگه یه بار دیگه سر راه پسر من سبز بشه با من طرف. اجازه بدین مادرم باش حرف بزنه، اینجوری بهتره. مگه از ناراحتی و عصبانیتش تو خونه حرف نمیزنه؟ چرا؟ پس مادرتون در جریانه، چرا نمیتونه جورشو بگیره؟ آقای علی وقتی ماجرای علی اتفاق افتاد سهیل ایران نبود. که یعنی اگر ایران بود این اتفاق نمیافتاد. این اتفاق نیست دخترم، سرنوشته. سهر چه بخواد چه نخواد علی زنده است. برای ما هم قبول کردن و پذیرفتن این اتفاق طول کشید. علی بالاخره قبول کردی. سهر اما دنبال رد کردن یا قبول کردن نیست، قصد جون علی رو کرده. قصد جون نبوده که، درگیر شدن لابد. خیلی معذرت میخوام، نمیخوام یادآور بدی ها باشم، ولی مرحوم سینا هم با علی درگیر شد و 6 سال عمر هممون حروم کرد. آقای علایی، من اولین کسی هستم که تو این خونه تصمیم به رضایت گرفتم. شما حق نداریم به برادر ما بی احترامی کنین. من به هیچ کس بی احترامی نمی کنم، مخصوصا اونایی که دستشون از این دنیا کوتاست. یه روزی ما اومدیم در این خونه و همسرم به پای شما افتاد. امروز من تو این خونم که بگم مواظب باشین جای ما عوض نشه. خداحافظ. من هنوز منتظرم و صبرم هم معمولا زیاده، اما هر زیادی هم بالاخره تموم میشه. مسائل خصوصی زندگی من به این پرونده مربوط نمیشه. تشخیص این که چی به این پرونده مربوط میشه با منه. من واقعا میخوام کمک کنم. من کمک احتیاج ندارم، فقط حقیقت. هر چیزی که میتونستم بگم و گفتم. بیا از اول شروع کنیم. تو رو خودم، بین تو و شیوا سعادت چه ارتباطی هست؟ هیچی. شما امینو دقیقاً بردین جایی که منتظرش بودن. اگه منتظرش بودن لازم نبود وارد خونه مهندس بشن. از این گذشته ما نمیدونستیم تو اون باغچه خبره. تو یه لحظه به هم رسیدیم و با هم ادامه دادیم. چی باعث شد که با هم ادامه بدین؟ فرض کنین ترسیدم برگردم خونه و سهیل منتظرم باشه، یا فرض کنین اونا به من کمک کردن و من در جواب خواستم همراهیشون کنم تا به جای امن برسن. من دنبال فرضیه نیستم، دنبال حقیقتم. حقیقت اینه، من رفتم به باغ چون فکر کردم باید برم. کجای نجیبه؟ سوالای زیادی رو مطرح میکنه. تو و شیوا سعادت رو با این دو پرونده مرتبط میکنه. شیوا برای حفاظت از امین جونش رو به خطر انداخته. ظاهرا بله. این منصفانه نیست. وقتی چند تا جانی خطرناک دارن راحت و آزاد تو خیابون میگردن و فرصت دارن نقشه فرارشون رو بکشن، شما انگشت اعتمادو به سمت کسایی دراز کردین که خودشون میتونستن قربانی باشن و اگه نیستن فقط از هوشیاری و شانس خودشونه. من جوابگوی کارایی هستم که انجام دادم، نه کارایی که انجام ندادم. سهیل مرادی چه ساعتی به مغازه شما اومد؟ 11 نشده بود، 10 و نیم شاید. چه مدت بعد با امین و پرستارش برخورد کردی؟ 20 دقیقه یا نیم ساعت بعد. از محل برخورد شما تا باغ چقدر فاصله بود؟ تقریبا 1 ساعت. خانم سعادت 2 ساعت و نیم بعد به پلیس 110 زنگ زده. این تأخیر برای چیه؟ امین دیابت داره. ترسیده بود، گرسنه بود. رفتیم یه گوشه غذا گرفتیم تا امین چیزی بخوره. تو این فاصله به فکرت نرسید به پلیس زنگ بزنی؟ نه. چرا؟ من هیچ وقت راجب ماجرای سهیل به پلیس زنگ نمی زدم. راجب چی صحبت می کردی؟ گذشتم. بهشون گفتی چی کار کردی؟ از کدوم گذشته می آی؟ گذشته همیشه پشت سره. من تاوان کارمو پس دادم. با این حال قبول کردن همراهشون به باغ بری؟ بله. مرتکب اشتباهی خطرناکی شدن.
اونا اینطور فکر نمی کنن. میتونم اینجا نگرت دارم تا زبونت باز شه. نگه داشتن من کمکی نمی کنه قاتل خواهرتون رو پیدا کنی. با این حال من در اختیار شما. کی بهت گفته مقتول خواهر منه؟ پشت در همه از این موضوع حرف میزنن. وقتی جسد خواهرتون میدم گفتم دیر رسیدیم. اگه شانس آورده بودیم و به موقع میرسیدیم و اون خانم الان زنده بود، بازم رفتن من به باغ سوالای زیادی مطرح کرد. خواهر من زنده نیست. جناب سرورد، من فقط رد خون رو دنبال کردم و رسیدم به زیر زمین. میتونی بریم. اما اجازه خروج از تهران نداری. من تو تهران زندگی میکنم. خیال سفر رفتنم ندارم. به توصیه میکنم سعی نکنی هیچ وقت خودتو باهوشتر از اون چیزی که هستی نشون بدی. همیشه سعی میکنم عکسش رفتار کنم. باهوش باش، اما سعی نکن خودتو باهوش نشون بدی. من همینم، نمیخوام چیزی نشون بدم. خیلی طول میکشه به آدم بگن خیلی باسواده، خیلی باهوشه. اگه خوب کار کنی، اگه خوب زندگی کنی، یه روزی میرسه که همه اعتراف میکنن فلانی خیلی باسواده و باهوش. وگرنه صرفا میگن آقای دکتر. احترام مدرک، نه فرد. به آدم بگن خیلی باسواده بهتره تا بگن آقای دکتر. یادم میمونه. برو. فیاض، ترتیبی بده علی علایی تحت نظر باشه. مامورا دارن عوض میشن. لابد شیفت قبلی ها تموم شده. خسته نباشی. من گروبان چاقه رو میشناسم. با سرگرد مکی کار میکنه. یا گشنشه یا تشنست. شاید هم میخواد بره دستشویی. بله. پلیس، باز کنی لطفا. بله. پلیسه. منم بیان. بیا. بفرمایید. خانم شیوا سعادت؟ بله. باید همراه ما بیاین. برای چی؟ باید به چند تا سوال جواب بدین. نمیشه همینجا جواب بدم کتبی یا شفاهی؟ نه خیر. من نمیتونم امینو تنها بذارم. بچه در حمایت پلیس. عجله کنین لطفا. شیوا کاری نکرده. آروم باش پسرم. ما هم نگفتیم کاری کرده. تا شب برمیگرده؟ بفرمایید لطفا. برمیگردم. سلام بابا. خوبم. نمیتونستم زنگ بزنم، میام خونه همه چیو تعریف میکنم. چرا؟ باش. دور میدون وایسم خوبه؟ چشم. خداحافظ. Thank you.
سرمون به کار خودمون سر کن. همیشه فکر میکردم خوبه که آدم سرش به کار خودش باشه. اما از امروز صبح که شنیدم جسد اون دختر رو تو همین باغ بغل چشم ما پیدا کردین، زدم پشت دستم. کاش سرم تو کار مردم بود، اون وقت میفهمیدم تو دو قدمیم چی میگذره و عاقبت این دختره این نمیشد. اینو میشناسی؟ زیاد دیدمش. یه وانت هم داره. خودش بود و مادر پیرش. مادر حراف برعکس پسرش که نه سلام میکرد و نه جواب سلام میداد. آدم بیازاری به نظر میرسید. این چی؟ این یکی رو دیدم دوروبر باغ میپلکید. چشاش همیشه دو دو میزد، شبیه کفتربازا بود. یکی دیگه هم باش بود از این همیشه نشه ها، اما یکی رو نیده. همه چیزو دیدی اما هیچی نفهمیدی. خوبه بریم. مال مقتوله؟ مال فرشته است. از کجا میدونی؟ دستش دیدم. دوربینم توش هست؟ باید میبود. دوربین و همه متعلقاتش. عکاس همه زندگیشون رو با خودشون حمل میکنن. تو از عکاسی چیزی نمیدونی؟ اندازه همه میدونم. همه که حرفه‌ای نیستن. یه دوربین حرفه‌ای کلی زمانم داره. من فرشته رو موقع عکاسی دیده بودم. کلی وسیله هم باش بود. لنز، نورسنج، کیف. وقتی همه اینا با هم قیب میشه معنیش چیه؟ معنیش اینه یافته به دوز بینه خلافکاراست. همه رو تو سه دسمال آب کرد. دقیقا. اما چیزی که مهمه مموری دوربینه. شاید اینا همه رو دوربین فروخته باشن. شاید آره، شاید هم نه. ما به جستجو ادامه میدیم. باید همه احتمالات رو در نظر گرفت. این هم یه احتماله که توی دوربین مدرکی وجود داشته باشه و مقتول قبل از اینکه دست قاتل بهش برسه اون یه جا مخفی کرده باشه. از کجا می حدس رسیدی؟ توی فیلم دیدم. فیلمش خارجی بوده. آدمای خوب شبیه هم نیستن. هر کی مدل خوبه. اما آدم بدا همه جا شبیه همن. این هم تو فیلمه میگفت؟ نه، اینو خودم یاد گرفتم. چیزی پیدا کردی؟ هیچ. نامید شدی نشستی یا خسته شدی؟ بیشتر بگردی بیشتر پیدا نمی‌کنی. خالی خالیه. هر چقدر نگاهشونی که پر نمیشه. حسم میگه یه چیزی هست که ندیدمش. عقلت چی میگه؟ برمیگردیم سر ساختمون. واقعا فکر میکنی میتونی اون مموری رو پیدا کنی؟ واقعا نه. اما واقعا باید دنبالش باشی. به خاطر حست؟ به خاطر وظیفه‌ام. دختر من یه عروسک داشت که خیلی دوستش داشت. عروسک بچگی مادر بزرگش بود. همه بچه های فامیل میخواستنش. حالا اینکه چطور مادر بزرگ داده بودش به دختر من خودش داستانی داره.
دخترم عروسک رو از دست بچه های فامیل قایم کرد، اما جای قایمش کرد که دیگه نه خودش نه مادرش پیداش نکرد. دختره چند سالشه؟ 5 سالش. یکی از بچه های فامیل عروسک رو پیدا کرده و با خودش برده و از لجه سر به نیستش کرده. حیات یه مدت مرخصی بگی زده به سرت. این یه اصل کلیه، وقتی چیزی برای پنهون کردن وجود داشته باشه همیشه کسی هم هست که بگرده و پیداش کنه. باشو بریم. خزانات شروع کن. سکار بگین دنبال چی میگردین؟ شاید ما هم بتونیم کمک کنیم. دنبال یه کارت شبیه این، شاید یکم بزرگتر. پیدا کردن یه همچین چیزی تو این همه سنگ و شنوماسه مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. میدونم. از کجا معلوم اینجا جا مونده باشه؟ معلوم نیست. برام به کارگرا بگم. به هر کس میتونی بگو. خودت هم چشاتو باز کن. امروز نه یه هفته دیگه بالاخره باید پیدا شه. مطمئنی اینجا گم شده؟ همونقدر مطمئن که تو الان اینجا هستی. پیدا نشه چی میشه؟ میره پیش عروسک گم شده یه بچه ی علیپور. قربان خانم شیوا سعادت. بفرمایید بشینی. شیوا رو بردن. کیا؟ پلیسا. مامان یه کاری بکن، شیوا بی گناهه. میشنوی چی میگم؟ آروم باش بسه، آروم باش. گوش کن، من تونستم پروازم رو عوض کنم، امشب حرکت میکنم. گریه نکن مامان، قول میدم کمکش کنم. باشه؟ گوش میدی؟ آره. اتفاقی برای شیوا نمیفته، پلیسا از همه سوال میکنن. منم اونجا بودم، پس چرا از من چیزی نپرسیدن؟ من همه چیزو دیدم. باشه، تو که از پلیسا نمیترسی؟ نه. مأموره هنوز اونجا؟ آره. خوبه، فقط چند ساعت دیگه مونده، دیگه هیچ وقت تنهات نمیذارم پسرم. شیوا هم برمیگرده، بهت قول میدم. بابا حرف زدی؟ بابا میگه بذار پلیسا کارشونو بکنن. شما جسدو پیدا کردین یا علی؟ با هم رفتیم تو زیر زمین. وقتی جسدو دیدین چیکار کردین؟ گریه کردم. عکس العمل علی چی بود؟ گفت دیر رسیدیم. علی میدونست فرشته اونجا اسیره؟ اسمش فرشته بود؟ بله. میدونست؟ نه. ما رد خون رو دنبال کردیم. چرا گفت دیر رسیدیم؟ دلیل خاصی نداشت. یا من نمیدونم چرا گفت. میدونی؟ جواب این سوال همون چیزیه که تو علی پنهونش میکنی. علی میدونسته فرشته اونجا اسیره. اینطور نیست. نمیدونست. از کجا میدونی؟ تو که علیو نمیشناسی. بازداشتش کردی؟ چرا نگرانیش هستی؟ نگران نیستم، فقط پرسیدم. با نگرانی پرسیدی؟ علی میدونست گرفتار میشیم. از کجا میدونست؟ به خاطر سابقش. برای همینم بهش مظنون هستین و یه حرف ساده از طرف اون یه معنی پیچیده از طرف شما پیدا میکنه. این یه حرف ساده نیست. اونقدر مهم نیست که یه بیگناه و متهم نشون بده. من به ثابت میکنم که علی از ماجرا بی خبر نبوده. تو هم به هم میگی چی رو پنهون میکنی.
قبوله؟ فرشته خواهر منه. من نمیدونستم، متاسفم. مدتی بود که گم شده بود و من دنبالش میگشتم. ردشو تا اون ساختمون در حال ساخت نزدیک باغ شما گرفته بودم. مطمئن بودم اتفاق تو اون حوالی افتاده. من اون باغو دور زدم، حتی سرایدارم دیدم، اما هیچ چیز مشکوکی نظرمو جلب نکرد. دیشب وقتی به باغ رسیدم به همکارم گفتم دیر رسیدیم. میدونی چرا اینو گفتم؟ چون میدونستم فرشته یه جایی اسیره و جونش در خطره، ولی اونقدر هم که وانمود میکنه بی خبر نیست و تصادفی گذرش به اون باغ نیفتاده. اون با سکوتش از یه چیزی محافظت میکنه. شاید جانیا رو میشناسه یا باهاشون هم دسته. من حقیقت رو بهتون میگم، هرچند میدونم علی راضی نیست، اما اگه قراره بین دلخواه علی و تلاش برای اثبات بیگناهیش یکی انتخاب کنم، انتخاب من دومیه. انتخاب عاقلانه ایه. باور کردن چیزهایی که من میخوام بگم بستگی به این داره که شما چقدر به ماورا معتقد باشین. ماورا منتظر باور و ناباوری ما نمیمونه. قبلش میخوام به امین زنگ بزنم، فقط موبایلم و خانمای پلیس همکاراتون دمه در گرفتن. برای چی؟ وقت تزریق انسولینشه. خودش بلده تزریق کنه؟ همه دیابتی ها بالاخره مجبورن یاد بگیرن. دست خالی برگشتن خیلی بده. تا حالا فیاض اطلاعات ارسم و تعم و ردیف کرده و دیگه نیازی هم به دوربین نیست. یکی اون حرف فیاض. من نمبر رقابت با فیاض نیستم. این هم یه پرمنده است مثل پرمنده های دیگه. دیر یا زود همه اون قاتل ها دستگیر میشن، با دوربین یا بدون دوربین. آدمی که قتل میکنه آدم خودنماییه، همین گیرش میندازه. قاتل ها همشون خودنما هستن، اما من انقدر عمر ندارم که صبر کنم. اینجوری بخوای ارث بخوری عمرت کمتر هم میشه. برای من یه پرونده معمولی نیست. غیر از این که مقتول خواهر سرگرد مکیه، فرقش چی؟ فرقش اینه قربانی رو میشناختم. یعنی اگه نمیشناختی کمتر وقت میذاشتی؟ یعنی حوصله ندارم توضیح بدم. ماجرا رو برای خودت شخصی کردی. یه چیزی هست، یه چیزی میتونست باشه. وقتی الان همه چی عوض شده گفتنش بیفایده است. یه خواب بد تا وقتی تو خوابی بده، وقتی بیدار بشی فقط یه خوابه. سلام زنمو. شرمنده، گرفتار بودم. میدونم الان تو خیابونم، نه خونه نمیرم، یعنی خونه خودم نمیرم، نمیتونم بیام اونجا، لازم نیست. برای چی آخه؟ باشه، میدونی ناگاهی کجاست؟ صبر میکنم. باید از سهیل شکایت میکردی. این گره با شکایت باز نمیشه. نمیخوام باز بشه، میخوام تموم بشه. من به خانم مرادی مدیونم، بهش قول دادم مقابل سهیل کوتاه بیام. جای دستش تو صورتت مونده. خوب میشه.
دستش بشکنه. الهی همینجور واسادی نگاش کردی؟ نه فرار کردم. بیا بیا اینو بذار روش بعدی که کبودیش کشیده بشه. یه نفر باید اینو بشونه سر جاش. اون یه نفر تو نیستی، قانون باید این کارو بکنه. بذار با آقای شیخی زنگ بزنم. که چی بشه؟ که هرچی میشه بشه، اما این اتفاق تکرار نشه. یکم صبر کنیم. تا کی باید صبر کنی؟ نمیدونم، اما میدونم که همه چی به زودی تموم میشه. چه بدی میده این؟ همون کبود بمونه بهتر. بذار بمونه روش التهابش کشیده بشه، مجبور نشی به این اون توضیح بدی. باش. این بدی به اون بدی در. اون بدتره. میدونم موقعیت مناسبی نیست، اما تو هم نباید خودتو درگیر مشکلات بقیه بکنی. شدی دایه مهربون تر از مادر، اومدی ثواب کنی، داری کباب میشی. که بلای سرت میومد اردشیر کمر راست نمیکرد. حالا که آگاهی بهت گیر داده، به جای دست درد نکنشون. اونا فقط کارشون رو انجام میدن. مگه این بچه پدر مادر نداره؟ حالا پدر گیر کاره، خب مادرش بیاد سر زندگیش بچهشو بزرگ کنه. داره میاد که ببردش. به زحمت میفته. تا حالا دو مرتبه خواستم بچه رو بکشم. اونم برای نبودنش دلایلی داره. هیچ دلیلی نبودن یه مادر بالا سر بچهشو توجیه نمیکنه. قضاوت سخته. منم دنبال قضاوت کردن نیستم. فقط میدونم که تو این کشمکش‌ها بچه‌ها بیشترین صدمه رو میبینن. حالا هرچی. اصلا این چیزا به تو چه ربطی داره؟ بچه خودشونه، یه فکری براش میکنه. شیدا ازم خواست مواظبش باشم. به حق چیزای نشنیده. منم نگفتم تا کسی نشنوه، چون باورش نمیکنه. خدا شیدا رو بیاموزه. تو نمیخوای داستان شیدا و روحش رو تموم کنی؟ مشکل اینجاست که شما خیال میکنین داستانه. به غیر از داستان چی میتونه باشه؟ بذاریم ما این داستان زندگی کنم. به حال شما هیچ ضرری نداره. هیچی نمیگم. لطف کن. گفت رفتی در مغازه به پسرش حمله کردی. دروغ گفته مثل چی؟ اون به من حمله کرد، من رفته بودم باهاش حرف بزنم. آخه تو با اون چه حرفی داری؟ می‌خواستم ببینم اونطوری که مادر خام کرده میتونه منم خام کنه یا نه. اون وقت چی شد اون مغازه‌شو ول کرد زد به خیابون؟ بس که بزدله. سهیل میدونی اگه ازت شکایت کنن چی میشه؟ اگه از خودش مطمئن بود تا حالا شکایت کرده بود. چرا نمیذاری این داستان تموم بشه؟ تموم شده، مونتا بد تموم شده. آخرش چی؟ آخرش هم مثل اولش. اولش قتل بود. سینا رو از دست دادی. هنوز یادتونه که سینا رو ازمون گرفت؟ سهیل خونو با خون نمیشورن. اما دندون و فاسدو میکشن میندازن دور. تو بهش حمله کردی، گلوشو فشار دادی، با چاقو دنبالش کردی. میخواستی چیکار کنی؟ بکشیش؟ نمیکشمش. کاری میکنم که روزی 100 دفعه آرزوی مرگ کنه. مادر تو نمیخوای چیزی بهش بگی؟ مادر هر کاری میتونست حالا کرده. فردا میرم خونشون برای عذرخواهی. پات بخوره اونجا. پام بخوره اونجا چی؟ چه کار میکنی؟ هیچی، فقط خودتو کوچیک میکنی. خودمو کوچیک کنم بهتر از اینه که تو گرفتار بشی. من دیگه نمیتونم جوابگوی کارهای تو باشم. این تازه اولشه. سهیل به خودت بیا، خودت پدری. شما فکر میکنید انتقام منو کور کرده؟ کورت نکرده، عقل تو از کار انداخته. قبلنم بهت گفتم هر چقدر علی رو شکنجه کنی، هر جوری ازش انتقام بگیری، سینا دیگه امکان نداره زنده بشه. فقط تو تبدیل میشه به یه آدم مریض، به یه قاتل. من نه مریضم نه قاتل، من فقط یه مردم که پای قولی که به برادرش داده وایساده و تا حقشو نگیره آروم نمیگیره. شنیدین که فراموشی دوای هر دردیه، اما مردن با فراموشی تموم نمیشه. هر جوری هم که فراموش کنی باز یه مرده زنده نمیشه. من به تایید هیچ کدومتون احتیاج ندارم برای اینکه عدالت رو اجرا کنم. همینجاست؟ آره. فردا بیام دنبالت؟ نه،
ماشین بفرستم؟ خودم میام. بچه رو چی کار میکنی؟ یه کاریش میکنم، شاید با خودم آوردمش. شیوا مواظب خودت باش. من طوریم نمیشه. فردا که عموت برسه انتظار داره خونه باشی. میفهمی که فامیل جمع میشن، همه شام اونجان. میام زنمو، به خدا میام. شیدا حقشه یه عزاداری درست براش بگیری. آره حقش. حیف. یه وقت اینجوری نیای، برو خونه لباس مشکی بپوش. چشم. چای که میخوری؟ ممنون. اتاقت خیلی تغییر کرده. خوبه یا بده؟ معلومه که خوبه. هنوز تمومش نکردی؟ تموم شده. چرا شب؟ چرا درختای خشک؟ نمیدونم. جنگله؟ جنگل بود، دیشب فهمیدم یه باغه. شکلش آدم رو اذیت میکنه. باغی که من بکشم بهتر از اینم نمیشه. در قفس باز مونده. دیگه برای قناری این قفس قفس نیست. پس چیه؟ تا زمانی قفس بود که درش بسته بود، ولی الان که خودش برگشته لابد خیال میکنه خونش. هر وقتم بخواد میتونه بره، اما مونده. این برای من این نشونه است. نشونه چی؟ دو جور میتونم نگاه کنم. یکی اینکه تو این دنیا فقط محبت میمونه و بس. این پرنده هم اسیر محبت، نه قفس. یه جور دیگه اینکه قفس تو سر این پرنده است. در قفس باز اون نمیره. عادت کرده. خیال میکنه خونه یعنی همین. یعنی که لیاقت آزادی رو نداره و نمیدونه آزادی چیه. دنیا بزرگه، آدماش کوچیکن. میخوان قد کوچیکی خودشون دنیا رو برای بقیه هم کوچیک و تنگ کنن. این پرنده یا اسیر محبت یا پاگیر آبودونی که سر ماغو جلوش میذارن. هر دوش بده. برای تعریف کنم بیشب چه اتفاقی افتاد؟ مگه غیر از ماجرای سهیل اتفاق دیگه هم افتاد؟ سهیل فقط شروعش کرد. خودش نفهمید بانی خیر شده. بهتر شدی؟ آره. دوش گرفتن خیلی خوبه. امروز خیلی روز بدی بود. بدتر از دیروز بود؟ نه. پس اونقدرام بد نبود. فردا برای من روز خوبیه، مامانم میاد، اما برای تو بازم روز بدیه. اوضاع همیشه اونجوری که میخوای پیش نمیره. من برات دعا میکنم. تو خیلی مهربونی. منم الان ماهتو خوش میکنم که زود بگیر بخواب. فردا که بیدار بشی مامانت اینجاست. درست وقتی که بهش احتیاج داریم میاد. شیوا جونم، اگه تو نبودی چه بلایی سر من میومد؟ خدا بچه ها رو دوست داره. نگرانه هیچی نباشه. از بین این دو عکس اینه که متهم فراریه. تیمور سراج 40 ساله به جرم سرقت از طلافروشی زندان بوده. حدود 3 ماه پیشم از زندان آزاد شده. اینا رو میدونم، بقیهشو بگو. این اماده درگاهیه. 36 سالشه، سابقه کیفری هم نداره. اما طبق اظهارات سرایدار روز حادثه تو باغ حضور داشته. اماد و تیمور از بچگی هم دیگه رو میشناسن. اینم تصویر فرضی نصرت. اطلاعات زیادی ازش نداریم. نوچه تیمور بوده. از بین این 3 نفر آدم اصلی تیمور سراج. انگوش نگاری از آلت قتل چی شد؟ اثر انگوش متعلق به تیمور سراج. این گزارش پزشکی قانونیه. به علاوه تطبیق اثر انگوش به جامونده روی دسته چاقو با نمونه اثر انگوش تیمور سراج موجود در پرونده کیفری متهم. بیاد؟ تو نمیخوای گزارش بدی؟ کل پشتی کارت شناسایی به دفترچه یاد داشت. تنها وسایلی بودن که تونستم توی ویلا پیدا کنم. اثری از دوربین و متعلقاتش نیست. بین نخالای ساختمانی یک موبایل پیدا کردم که متعلق به فرشته است. شکسته، اما سعی کردم اطلاعاتش رو استخراج کنم. آخرین تماس‌های فرشته رو مخابرات در اختیارمون گذاشته. اما یه نکته هست که نشون میده
فرشته وقتی هنوز توی ساختمون بوده یه خطری رو احساس کرده و این فرض قوت میگیره که شاهد اتفاق بوده. و اون نکته چیه؟ با شما تماس گرفته. تماسی که بی پاسخ مونده. توی لیست مخابراتم هست. متاسفم قربان. ولی اگه فرشته خطر رو احساس کرده ممکنه مموری دوربین رو جای مخفی کرده باشه. شاید اصلا عکسی در کار نباشه. هست. و ما اون عکس‌ها رو لازم داریم. الان تصویر هر سه متهم فراری رو داریم. اثر انگشتم موجب بودن تیمور سراج رو ثابت میکنه. برفرض که ایشون شاهد یه اتفاق بوده که ما نمیدونیم چیه. تو باغ بود و برفرض اینکه از این اتفاق عکس گرفته باشه. این عکس‌ها به اثبات موجب بودن متهم چه کمکی میکنه؟ ما رو به نفر چهارم میرسونه. ما فقط دنبال قاتلین فرشته نیستیم. اونا همون کسایی هن که امین رو دزدیدن و نیمه جون رهاش کردن. باید بتونیم نقطه اتصال این دوتا پرونده رو به درستی معلوم کنیم. یک، ساختمون مشرف به باغه. دو، تاریخ مفقود شدن فرشته با رها شدن امین جلو درمانگاه مطابقت داره. سه، ما میدونیم که اختلاف بین آدم رباها باعث نجات امین از مرگ شد. چهار، میشه حد زد اونا با هم درگیر شدن. پنج، اگه فرشته شاهد درگیری بوده شک ندارم ازش عکس گرفته. شش، اصرار امین مبنی بر حضور چهار مرد تو باغ تو گزارش های سرگور نجفی هم اومده. اگه تو اون تاریخ علی علایی تو زندون نبود فکر میکردم نفر چهارمونه، به خصوص این که تیمور سراج و علی علایی تو زندان هم بند بودن. نفر چهارم مراده؟ اگر نفر چهارم مراده ممکنه عکسش تو دوربین فرشته باشه. من نمیذارم قصر در بره. تیمور آدماش این همه وقت قربانی رو نگه داشتن چون دنبال عکس‌ها بودن. وقتی به دستش آوردن اونو به قتل رسوندن. نه، فرشته موقع فرار غافلگیر شده. جسد از سالن به زیرزمین منتقل شده. اون با یه چوب دستی یکیشونو زده و فرار کرده. جای کنده شدن لوله و خورده آنهای زنگ زده که روی زمین ریخته تو زیرزمین مشخصه. اما من چوب دستی توی ویلا ندیدم. به آزمایشگاه فرستاده شده. اما خون روی اون متعلق به فرشته نیست. قدم بعدی چی قربان؟ اول تقاضای دستور قضایی برای چاپ بدون پوشش این عکس‌ها تو روزنامه. دوم، چجوری میشه مرادو تو تله انداخت؟ اون الان شاکلید رسیدن به تیموره. خیلی عجیبه. عجیبتر اینه که من مردو قبلا دیدم. کی؟ وقتی زندون بودم. قبل از اینکه من اعدام بشم آزاد شد. اینو به کسی هم گفتی؟ نه. کیه؟ شیواس. نوشته بیداری. چی کار داری این وقت شب؟ نمیدونم. الو؟ زنگ زدم بگم بیدارم، اما از اسمس زدم بیزارم. باید یه چیزی رو بهت بگم. چی؟ من همه چی رو به سرگرد مکی گفتم. متاسفم. مهم نیست. اون فکر میکرد تو با اونا در ارتباطی و میدونستی که فرشته اونجا بوده. حالا اینجوری فکر نمیکنه؟ نمیدونم. تو کاری رو کردی که فکر میکردی درسته. پس دیگه بهش فکر نکن. واقعا؟ واقعا. امین چطوره؟ خوبه.